طالبان ده غیر نظامی را در خوست ولایت بغلان بازداشت کردند. ساله جبهه مقاومت به جنگ افزار جدید دست پیدا کرده است و معامله بزرگ در راه است. با مجموعه خبری کانال جندال انفو خوش آمدید. مشروع خبرها. منابع محلی در بغلان میگویند که طالبان ده غیر نظامی را در ولسوالی خوست این ولایت بازداشت کردند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از روزنامه 8 صبح، منابع محلی در ولایت بغلان امروز پنجشنبه 20 اسد میگویند که طالبان این غیر نظامیان را پس از حمله نیروهای جبهه مقاومت بر افراد طالبان در روستای خوشجری ولسوالی خوست بازداشت کردند. سه روز پیش در حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی به رهبری بریالای سنگین بر مواضع طالبان در این ولسوالی چندین طالب کشته و زخمی شدند. ساله جبهه مقاومت به جنگ افزار جدید دست پیدا کرده است. معاون پیشین ریاست جمهوری مدعی شده است که جبهه مقاومت به جنگ افزار جدید دست پیدا کرده است. به گزارش اسپوتنیک، امرولا ساله معاون نخست رئیس جمهور گروزی پیشین افغانستان شامگاه روز چهارشنبه 19 اسد در برگه رخنامه‌اش نوشته است که جبهه مقاومت در عملیات با استفاده از این اسلحه طالبان را وادار به عقب‌نشینی کرده است. ساله درباره مکان این عملیات چیزی نگفته است، اما گزارش شده بود که مواضع طالبان در پنجشهر هدف حملات راکتی قرار گرفته است. در همین حال روزنامه دلات روز هم نوشته است که منابع محلی نیز تصاویری را در اختیار این روزنامه قرار داده که در آن نیروهای جبهه مقاومت در حال شلیک با یک اسلحه سنگین است. ساله در عین حال مدعی شده است که جبهه مقاومت با چند ابتکار دیگر امتیاز تکتیکی دشمن از دید اسلحه را هیچ خواهد کرد. منابع تصاویری از محل اصابت گلوله را نیز در اختیار دلات روز قرار دادند. منابع میگویند که این گلوله راکت بوده و از بلندی های ولسوالی درش شلیک شده است. یکی از این منابع افزود که این راکت به خانه مسکونی خالی استاوت کرده است. امرالله ساله: اگر طالبان با رفراندوم موافقت کند مشروعیتش را میپذیریم. بی بی سی فارسی گزارش می‌دهد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته است که اگر طالبان برگزاری رفراندوم را بپذیرند مشروعیتش را می‌پذیرد و آماده پایان دادن به مقاومت مسلحانه است. او تاکید می‌کند که غرب باید کمک کند که یک دولت مشروع در افغانستان ایجاد شود. آقای صالح پس از برای کار آمدن طالبان به پنجشیر رفت و همراه با احمد مسعود جبهه مقاومت علیه طالبان را ایجاد کردند. او یک ماه بعد پس از سقوط پنجشیر بنا به گزارش‌ها به تاجیکستان رفته است. آقای صالح در گفتگو با بی بی سی گفته است: ما آماده پایان دادن به مقاومت مصالحانه هستیم، به شرط اینکه میکانیزمی برای یک رفراندوم ایجاد شود. اگر طالبان برنده شد مسلماً ما مشروعیت آنها را میپذیریم، اما به گروهی که از مسیر توطئه به قدرت رسیده باشد هرگز تسلیم نخواهیم شد. شمال آب بستن یک تحول. آیا داعش جای طالبان را خواهد گرفت؟ 8 صبح کابل. طالبان در یک سال گذشته متواتر حضور داعش در افغانستان را انکار کردند. داعش در آغازین روزهای سلطه طالبان بر افغانستان مرگبارترین حمله تروریستی را در میدان هوایی کابل در جریان روند تخلیه انجام داد که بیشتر از 200 تن به شمول نیروهای آمریکایی در آن حادثه کشته و زخمی شدند. در حمله دیگر داعش بر یک مسجد در کندوز بیش از 50 نمازگزار شیعه کشته و زخمی شدند. یک هفته پس از حمله بر کندوز، خونین‌ترین حمله تروریستی در قندهار صورت گرفت که در نتیجه آن حدود 40 تن کشته و بالاتر از 70 تن دیگر زخمی شدند. پس از آن داعش حمله های خونین دیگر در مزار شریف و غرب کابل طراحی و اجرا کرد. در روزهای 7 و 8 محرم نیز این گروه بیش از 90 تن را در کابل به خاک خون کشاند. این در حالی است که حدود 3 شب قبل بازگاهی که گفته می شود از نیروهای طالبان بوده و در نزدیکی معدن کرکر ولایت بغلان شبهنگام مورد شبیخون نیروهای داعش قرار گرفته است. در این حمله تمام جنگجویان آن بازگاه کشته شدند، اما احتمال دیگر هم وجود دارد که این کشته شدگان جنگجویان اویغوری بوده باشند که توسط طالبان به سبب تعهداتشان به چین کشته شده باشند. اما فردای همان شب طالبان تقریبا نصف روز شعارهای بغلان کندوز را بسته بودند و هیچ سخن از آن حادثه بر رسانه ها بیرون داده نشده است. شب چهارشنبه هفته قبل نیز چندین زخمی طالبان به شفاخانه دکتران بدون مرز کندوز انتقال داده شده. از گفته های وجود دارد که این جنگجویان در جنگ با نیروهای داعش زخمی شده بودند و اگر از سوی نیروهای مقاومت صورت می گرفت به گونه حتمی آن را رسانه ای می کردند. سه شنبه شب و چهار شنبه شب هفته گذشته جنگ های سخت میان جنگجویان داعش و طالب در ولسوالی های چهاردره، خان‌آباد، امام صاحب و ولسوالی برکه ولایت بغلان صورت گرفته که در نتیجه این نبردها به طالبان تلفات نیز وارد شده است.
از آن جایی که مردم زیر سانسور و فشار طالبان لب گوشیده نمی توانند، هیچ خبر و گزارش از این اتفاقات به بیرون درز نکرده است. طالبان کسان را که معلومات به بیرون ارائه کنند یا از این جنگ ها در رسانه های اجتماعی ادلا رسانی کنند، به شدت شکنجه می کنند و اجرا دادند که هر کس از این وضعیت گزارش بدهد، سزایش مرگ خواهد بود. در حال حاضر وضعیت کندوز به خاموشی پیش از بران میماند. مقام های ملی طالبان شب هنگام از گشت و گذار در این ولایت خودداری میکنند و از طرف شب نمیتوانند از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر بروند. این میرساند که خطر داعش در کندوز و شمار از ولایت های شمال شرقی کشور با توجه به حضور جنگجویان خارجی و نارضایتی درون قومی طالبان رو به افزایش است. هر چند سخنگویان گروه طالبان در اظهارات رسمیشان موجودیت داعش در کشور را انکار میکنند و در مواردی که بر آنان حمله میشود از آن به عنوان خوارج یاد میکنند. اما امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه در اوایل همین ماه در نشست تاشکند گفته بود که هنگام تصرف کابل توسط طالبان 1800 داعشی از زندانهای بگرام و پل چرخی آزاد شدند. گروه های تروریستی در افغانستان با دفعه متفاوت ولی با روش مشابه در بیشتر موارد با طالبان پیش از این همکاری هایی داشتند. اما این اتحادهایشان مقطع و چالش برانگیز بوده است. در تازه ترین مورد بخش انگلیسی صدای امریکا دیدگاه تحلیلگران امریکایی را به نشر رسانده و گفته است که چین و طالبان از همدیگر مایوس و ناامید شدند. تحلیلگران آمریکایی دلیل ناامیدی چین از طالبان را عدم سرکوب گروه های تندرو اویغوری دانستند که در یک سال گذشته طالبان بر رغم وعده های مکرر آن را عملی نکردند. برعکس طالبان خواهان همکاری اقتصادی و مشروعیت بین المللی است که هیچ یکی از آنان را چین برای طالبان انجام نداده است. با کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در شهر کابل بر نگرانی های چین کشوری که طالبان روی آن حساب باز کرده بودند افزوده شده و احتمال ناامنی رو بر رشد افغانستان را به واقعیت ها نیز ساخته است. گزارش های متعدد وجود دارد که جنبش اسلامی ترکستان که اساسگذاران آن تندرویان اویغوری است در بخش های از ولایت بغلان پایگاهی دارند و از نزدیک با طالبان همکاری میکنند که این امر چین را نگران ساخته است. وضعیت پیچیده و شکننده افغانستان که مردم به شدت با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکند، بروز اختلافات در رهبری طالبان و برخوردهای قوم‌گرایانه آنان به سر تقویت داعش را در افغانستان پیش از پیش مساعد ساخته است. چیزی که سازمان ملل در گزارش ماه فوریه 2022 خود تصریح کرده است، بر اساس گزارش سازمان ملل طالبان نتوانستند اقدامات جدی برای مدیریت کردن فعالیت‌های جنگجویان خارجی در افغانستان انجام دهند. بر مبنای این گزارش سازمان ملل با تسلط طالبان گروه‌های تروریستی در این کشور از آزادی عمل رفت آمدهای برخوردار شدند که در تاریخ ایجاد این گروه‌ها بی پیشینه خوانده می‌شود. چین و هند نیز به شدت نگران این موضوع هستند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب روزتان خوش. الله یار مددگار همیتان.